نامنویسی شهروندان تاجیکستان برای گرفتن بلیت بازگشت از روسیه به تاجیکستان بیکار شد. اکرام سبحانزاده رئیس آژانسی اویاسیای شهروندی روز 14 نوامبر گفت مهاجران می توانند برای راه یافتن به پروازهای چرتری بلیت ها را تنها از 15 نقطه در روسیه از جمله مسکو و شهرهای سنکت پیتربورگ دسترس کنند. این تصمیم 16 نوامبر اجرا می شود. از ماه مارس به این طرف خواهشمندان بازگشت از روسیه به تاجیکستان اول خود را در نمایندگی های رسمی کشور ثبت نام کرده تنها در صورت رسیدن نوبت بلیت می خریدند. بعضی از آنها از شیوه نامنویسی نوبتی دراز در نزد سفارت وجود میان روها و نرخ گران بلیت شکایت داشتند. اکرام سبحانزاده به خبرگزاری دولتی خاور گفته است در حال حاضر نرخ بلیت بازگشت از روسیه به تاجیکستان توسط هواپیماهای سامان ایر 395 یورو مقرر شده است و تنها در صورت رهاندازی پروازهای معمولی قیمت آن کاهش خواهد یافت. مهاجران تاجیک بارها مقامات را برای نرخ بلند بلیت بازگشت از روسیه تنقید کردند. آنها برای مثال از نرخ بلیت پرواز از روسیه به قرقیزستان مثال می‌آورند که با کمیش دو برابر ارزان بوده است. تابستان امسال نماینده یک شرکت هواپیمایی در تاجیکستان گفته بود از بس که هواپیماها از دوشنبه به شهرهای روسیه خالی رفته از آنجا شهروندان را میارند نرخ بلیت و خدمات 40% بیشتر می شود. در مورد آن که پروازهای معمولی بین تاجیکستان و روسیه کی از سر گرفته خواهد شد، جانب دوشنبه چیزی نگفته است. ولی بنا به خبر شرکت روس اویاسیا دو طرف در جلسه روز 11 نوامبر در این باره به موافقت نرسیدند.